با درود خدمت دوستان، با آموزش دیگه در خدمتتون هستم. سیستم بعدی که میخوام بهتون آموزش بدم یه سیستمی که توی M15 و در واقع کندلای 30 دقیقه خیلی خوب جواب میده. اول از همه امیدوارم که سیستم های قبلی رو به هر حال کار کرده باشین و آموزششون رو گذرونده باشین. به تبع چند نفر به من در واقع مسیج دادن که خیلی سیستم های راحتی بوده و باشون میتونین کار بکنین. خب خیلی مایه خوشحالی. سیستمی که امروز میخوام براتون در واقع تعریفش کنم سیستم 52 هست. از دو تا مووی اوریج تشکیل شده. یک مووی اوریج 5 با دوره 5 اکسپوننشال apply to close که همون جوری که میبینین با رنگ زرد رنگ در واقع نشون داده شده و اندیکاتور بعدی مووی اوریج بعدی هم مووی اوریج 2 هست که با رنگ صورتی است. حالا اگه من بخوام رنگش رو یه مقدار واضح تر بکنم شاید آبی واضح تر باشه. مثل همون مشخصات و 2 و 5. خب همون جوری که میبینین این دوتا 2 و 5 در واقع خیلی مووینگ اوریج های سریع هستن دیگه، یعنی به سرعت در بازار واکنش نشون میدن به هر در واقع حرکتی تو بازار واکنش نشون میدن. پس بنابراین برای همینه که ما ازشون استفاده میکنیم تو تایم فریم های پایین. سوال هم داشتیم که چرا بعضی از اونا رو میریم تایم فریم بالا، چرا تایم به هر حال هرچی عدد مووی اوریج بالاتر میره به معنی اینه که شما در تایم فریم های بالاتر هستین. چرا؟ چون که مووی اوریج در واقع میانگین حرکت قیمت تو یه بازه زمانیه. اگه 2 باشه 2 تا کندل مثلا توی این تایم فریم، اگه 10 باشه 10 تا کندل قبلی رو در واقع در نظر میگیره، اگه 100 باشه 100 تا کندل. خب به هر حال اونی که 100 تا کندل هست برای M15 نمیتونه در واقع سیستم خیلی مناسبی باشه، چون سیستم هایی که توی تایم فریم های پایین در واقع ما استفاده میکنیم سیستم هایی باید باشن که به سرعت با در واقع بازار تطبیق پیدا کنن و بتونن به ما نقاط ورود و خروج خیلی سریع رو بدن. با دیلی قرار نیست ما کار بکنیم، برای همین این کار انجام میدیم. و به تبع برای تایم فریم های بالا چون یه مقدار حرکت قیمت خیلی کنتره، آهسته تره، شما فرصت دارین میتونین از اندیکاتورهای استفاده کنین که خب نسبت به پایین ترا با دقت بیشتری طراحی شده و استفاده میشه. برای استفاده از این سیستم به جای کندلستیک، نمودار کندلستیک راحت ترین راهش همینجوری که میبینین از این بالا من تعویض میکنم بار چارت هست. آلت و شماره 1 رو شما اگه بزنین میاد میشه بار چارت، شماره 2 رو که بزنین در واقع میشه کندلستیک. چرا بار چارت؟ به خاطر اینکه ما اساس اوردری که ما توی این روش میذاریم برای اولین بار اوردر پندینگ اوردر هست. مثلا اگه ما بخوایم حالا همین چیزی که جلو چشمون هست رو اگه بخوایم ترید کنیم خیلی راحت، بازم این سیستمیه که خب به هر حال بعضیا گفته بودن چرا سیستمایی که فقط ترندیه شما استفاده میکنیم. به هر حال این سیستمیه که خیلی به ترند هم وابسته نیست، چون تو M15 شما میتونید حرکت ها و نوسانه فوق العاده کوچیکی رو بگیرید. نقطه ورود وقتی که دو تا مووی اوریج همدیگر رو کراس اوور کنن، قطع کنن، در واقع همدیگر رو رد کنن. حالا باز من کراس اوور رو اصطلاحاً استفاده میکنم. شما اوردرتون میشه به میزان اسپریدی که دارین توی هر جفت ارزی که کار میکنین بنا به جفت ارز میزان اسپردتون خب متفاوت. من اینجا مثلا یه پیپ در نظر میگیرم، یه پیپ بالای در واقع کلوز کندل، همون جوری که گفتم باید صبر کنین تا
کندل بسته بشه تا از فالساتون بکنیم. مثلا اینجا حالا ما میگیریم یه پیپ بالا، این کندل رو من دارم الان بررسی میکنم، اینجا این کندل که بسته بشه، این در واقع حرکت قیمت، این کندل بسته بشه، این دوتا کامل مشخصه که همدیگر رو قطع کرده. یه پیپ، دو پیپ، حالا این دیگه تجربه شماست، کم کم میرین جلوتر آشناتر میشین، آشناتر میشین، هی سیستمتون رو خودتون اصلاح میکنین. من اصول حرکت کلی رو میگم. استاپلاستون در واقع میشه زیر این، زیر اولین لویی که میبینین. حالا بازی یه پیپ دو پیپ. تیک پروفیت شما چقدر؟ چون این سیستم خیلی سیستم سریعه، سیستم یک به یکه، یعنی همونقدری که شما استاپلاس دارین در واقع همونقدر هم تیک پروفیت میذارین. مثلا توی این ناحیه دو تا نقطه خروج به شما میده، یعنی دو تا راه دوباره دارین برای خروج، یکی این که یک به یک کار کنین، یکی این که ساب کنین تا دوباره دو مرتبه این دوتا همدیگه رو قطع کنن. و همونجوری که میبینی اگه ساب میکردین شما میزان خیلی کمتری در واقع میگرفتین، حدود 1/4 میگرفتین. و بهترین ساعت کاری هم باز مطابق معمول ساعت های بازار لندن، ساعت بازار در واقع اوورلپ نیویورک هست. کندل بعدی اینجاست در واقع، اگه بخوام یه مثال دوم بزنم، اینجا اوورلپ در واقع کراس اوور کرده، یه پیپ زیر نقطه لو اون کندل میذارم، این نقطه استاپ، این خط استاپ لاس ماست. حالا میخوام از روش دوم بگم تفاوتو. اگه شما این در واقع اینجا اندازه بگیریم 70 پیپ ما بگیریم، اینجا میشه 70 پیپ خروج بر اساس روش اول و خروج بر اساس روش دوم. همینجوری که میبینین اومده قطع نکرده، قطع نکرده، قطع نکرده و اومده اینجا قطع کرده. اگه ببینین اینجا در واقع قطع کرده، در واقع 140 پیپ، یعنی 2 به 1 میده. این دیگه بسته به شانس شما در واقع در اون لحظه داره، تو چه لحظه معامله میکنین، حرکت قیمت کجاست. یه استراتژی دومی هم توی این روش میتونین استفاده کنین، البته من خیلی پیشنهاد نمیدم برای شروع کار، و اینه که شما میتونین با توجه به تجربتون از حرکت‌های قیمت توی ترند به راحتی در واقع استفاده کنین. چجوری؟ اگه اینجا رو نگاه کنین، این دوتا کندل در واقع چه الگویی به شما دادن؟ خیلی راحت دوباره میتونین اینجا سل بزنین، دوباره همین دوتا کندل، اسمش حالا هر چی دوست دارین بزنین، انگولفینگ بزنین، هر چیزی که هست. پس یه بار، دو بار، سه بار حتی نگاه کن، این واقعا ایداله، این دوتا کندل ایداله برای کسی که اونتو اگه این کندل رو کار میکنین یک به یک کار کنین. در واقع مزایا و معایبش هم دقیقا همون چیزی که قبلا گفتم، تو بازار رنج همینجوری که میبینین یه مقدار اگه بازار کند باشه شما رو به مشکل میندازه، اما این دقیقا همین بازار رنجیه که شما میبینین. من میخوام بهتون بگم که حتی تو بازار رنج هم چون روشیه که بر اساس سرعت طراحی شده خیلی روش خوب. اینجا رو نگاه کنین، اینجا بای بوده، خیلی میخوام مختصر باشم اما دوست دارم اینا رو مطالب رو بگم به شما. حالا من اینو یه مقدار بالاتر میزنم. اینجا نگاه کنین اومده قطع کرده، شما اومدین یه بای گذاشتین اینجا، چه موقعی قیمت اومده برخورد نکرده به این ریخته دوباره سل داده، میبینین؟ وقتی که شما یه سیگنالتون تبدیل به یه سیگنال دیگه میشه، سیگنال اول خود به خود عز میشه. پس سیگنال دوم دوباره اومدین لو این کندل، در واقع اومدین اینجا پندینگ اوردر سل استاپ گذاشتین. دوباره نگاه کنین هیچ اتفاقی نیافتاده، برخورد نکرده، دلیلش هم این ساپورت میتونه، حتی با ترکیب ساپورت رزیستن میتونه خیلی موفق باشه. دوباره اومده اینجا یه سیگنال جدید داره، پس
سیگنال قبلی در واقع کنسل میشه، سیگنال جدید ما این روی این کندل داریم، ساب میکنیم بسته شه و بالای بسته شدنش یه پیپ بالای اون میای ترید میکنیم. چقدر بوده؟ میگیم حالا 16 12 پیپ بوده، دقیقا هم 12 پیپ اومده بالا. شاید حالا بعدنش رو کاری نداریم چه بعدن اتفاق افته، ما دقیقا طبق استراتژی هم و اگه بخواین طبق استراتژی دوم در واقع اینجا باید قطع میکنین که در واقع بریک ایون میشه. اینم خیلی استراتژی کارآمدیه، همونجوری که میبینین حرکت های ریز رو شما تو M15 دارین دنبال میکنین و خیلی هم میتونه کارآمد باشه برای دوستایی که در واقع دوست دارن دستشون را بیفته. سیستمیه که تعداد وینای زیادی میتونین بگیرین با سیستم یک به یک. البته اگه بخواین طمع کنین قیمت در واقع معاملتون یک به یک و تاچ کرد تیک پروفیتتون رو جابجا کنین، بذارین حالا بگین حالا الان یک به یک که شده به دو هم میرسه به سه هم میرسه، اونجوری نه، شما هر سیستمی بر اساس در واقع روش کار خودش باید باش رفتار کنین و به اون عادت کنین. تو اکثر تایم فریم اکثر در واقع جفت ارزا هم کار میکنه. من توصیه‌ام به شما جفت ارزی مثل پوند به یو اس تیه، خیلی جفت ارزیه که میتونین راحت باش کار کنین. سعی کنین جفت ارزای عجیب غریب رو انتخاب نکنین تا دستتون روون بشه و میزان اسپرد بهاییه که شما به بروکر میدین در واقع تا اجازه بده شما وارد این معامله باشین. همیشه یادتون باشه لحظه که شما وارد معامله میشین شما منفیه ترید شما. چرا؟ چون باید اسپرد رو همون لحظه پرداخت کنین. پس به این نکته هم توجه کنین. امیدوارم خوشتون اومده باشه از این سیستم و دیگه درخواست نمی کنم، چون ظاهرن کسی تمایل نداره کار بکنه و یاد بگیره اینا رو، یاد اگر کار میکنه دوست نداره نتایجش رو منتشر کنه. خوشحال میشدم اگه دمو کار میکردین، 10 تا از هر استراتژی بفرستین. به هر حال برای خودتون خوب بود که اشکالات خودتون رو متوجه میشدین. امیدوارم که لحظه های خوبی رو با این سیستم در واقع برای اکانت خودتون رقم بزنید. تا درود دیگر، بدرود.